سرخط خبرها: افزایش حملات جبهه مقاومت بالای طالبان، باز هم حمله در ولایت کاپیسا. پایان نشست دوحه، طالبان دریم ها برداشته شود. طالبان هبده باشنده غزنی را پس از ادعای یک فرد کوچی بازداشت کردن. طالبان در بدخشان فلش و کارت حافظه موترها را ضبط کردند تا رانندگان موسیقی نشنوند. و تاکید مجدد جمهوری اسلامی: طالبان در خصوص تامین حقا به ایران مسئولانه عمل کنند. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. پایان نشست دوحه، طالبان دریم ها برداشته شود. وزارت خارجه طالبان دوشنبه نوعی اسد اعلام کرد که آیت این گروه به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه با آیت امریکایی در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است که اعضای این آیت بلندپایه از جمله نمایندگان وزارت دارایی، بانک مرکزی افغانستان، مقامهای سفارت و دفتر سیاسی طالبان در قطر به مدت دو روز در سطح کمیته های جمعی و فنی مختلف با آیت امریکایی و نیز توماس ویس نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفتگو کردند. در این اعلامیه همچنان ذکر شده است که در نشست دوحه در مورد ایجاد اعتماد میان دو طرف، برداشتن گام های عملی در این راه، حذف مقام های طالبان از فهرست افراد تحت تعقیب، لغو تحریم ها، آزادسازی سپرده های بانک افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر بحث شده است. وزارت خارجه طالبان در این اعلامیه تاکید می کند که ایجاد اعتماد با حذف نام مقام های طالبان از فهرست سیاه و آزاد شدن ذخایر بانکی اهمیت دارد تا شهروندان افغانستان بتوانند اقتصاد کشور خود را بدون کمک های خارجی احیا کنند. بر اساس این اعلامیه، کمک های بشر دوستانه و لغو محدودیت سفر و دسترسی شهروندان افغانستان به خدمات قنصلی نیز از موضوعات دیگر دیدار آیت طالبان با نمایندگان امریکا بوده است. تام ویس نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و دیگر مقام های این کشور هنوز در مورد جزئیات نشست دوحه اظهار نظر نکردند. افزایش حمله های جبهه مقاومت به طالبان، باز هم حمله در ولایت کاپیسا. جبهه مقاومت دوشنبه نوعی اسد در ادلایه‌ای گفت که در حمله اعضای این جبهه به قرارگاه طالبان در منطقه گیا در شهرستان کوبندهای ولایت کاپیسا دو عضو طالبان کشته و دو تن دیگرشان مجروح شدند. جبهه مقاومت جزئیات بیشتر در مورد هویت کشته شدگان و مجروحان طالبان ارائه نکرده است و نیز مشخص نیست که در جریان این حمله به اعضای جبهه نیز آسیب رسیده است یا خیر. در یک هفته اخیر این 30مین حمله جبهه مقاومت بر قرارگاه های طالبان در کاپیسا است. جمعه شب 6 اسد نیز اعضای جبهه مقاومت با حمله به قرارگاه طالبان در شهرستان حصه دوم ولایت کاپیسا با استفاده از اسلحه موسم به بزبزک، یعنی اسلحه تکتیرانداز مجهز به دوربین شبین، 3 عضو طالبان را کشتند. این نخستین بار بود که جبهه مقاومت در حمله چریکی به طالبان از اسلحه تکتیرانداز مجهز به دوربین شبین استفاده کرد که اسلحه تعیین کننده طالبان در پیشروی آنان به سمت شهرها بود. پنجشنبه گذشته نیز اعضای جبهه مقاومت در منطقه چرخ و فلک شهرستان خوست ولایت بغلان به قرارگاه طالبان حمله کردند که جزئیات آن هنوز رسانه‌ای نشده است. جبهه مقاومت که تا اواخر سال 2022 از جریان عملیات نیروهای این جبهه علیه طالبان ویدیو و عکس منتشر میکرد، در نزدیک به 6 ماه گذشته هیچ عکس و ویدیویی از عملیات های نظامی خود منتشر نکرده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت امسال در مصاحبه با اندپندنت فارسی گفت که راهبرد جبهه بازبینی شده و روش فعالیت آن از جنگ جبهی به جنگ چریکی تغییر کرده است. مسعود ادعا کرد که با تغییر راهبرد و روش فعالیت اعضای این جبهه در همه جا حضور دارند. از زمان فروپاشی دولت پیشین افغانستان و شکلگیری جبهه مقاومت در 15 اگست سال 2021 به رهبری احمد مسعود، جنگ میان اعضای این جبهه و طالبان در پنجشیر، بغلان، بدخشان، تخار، کاپیسا و پروان شدت گرفت. در نتیجه این درگیری ها در بهار و تابستان سال گذشته در پنجشیر و اندراب تلفات سنگین به دو طرف وارد شد.
طالبان 17 باشنده غزنی را پس از ادعای یک فرد کوچی بازداشت کردند. منابع محلی در غزنی گفتند که طالبان 17 باشنده ولسوالی ناهور این ولایت را در پی ادعای یک فرد کوچی بازداشت کردند. منابع روز سه شنبه دی اسد در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید کردند که این تعداد از باشندگان محل از دو هفته به این سو در قید طالبان به سر می‌برند. افراد بازداشت شده باشندگان روستاهای جوشان، سبزناله و واق این ولسوالی هستند. به گفته منابع، یک فرد کوچی ادعا کرده است که 10 سال پیش 220 از گوسفندش از سایه دغدغه ناور مفقود شده بود و دو چوپانش نیز به قتل رسیدند. بر اساس اطلاعات، طالبان باشندگان این منطقه را بازداشت، لدوکو و مجبور به پرداخت غرامت کردند. طالبان در بدخشان فلش و کارت حافظه موترها را ضبط کردند تا رانندگان موسیقی نشنوند. افراد امر بن معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی داریم بدخشان فلش و کارت حافظه موترهای مسافربری را ضبط کردند. وزارت امر بن معروف طالبان گفته با ایجاد ازگاهای بازرسی بر رانندگان توصیه شده که موسیقی نشنوند و زنان بدون محرم را انتقال ندهند. در اعلامیه وزارت امر بن معروف و نهی از منکر طالبان آمده که رانندگان از افراد امر بن معروف طلب عفو و بخشش و تعهد کردند که در آینده چنین عمل منکر را تکرار نخواهند کرد. طالبان اخیراً محدودیت‌های سختگیرانه در برابر شنیدن موسیقی را در سرتاسر افغانستان شدت بخشیده است. تأکید مجدد جمهوری اسلامی طالبان در خصوص تأمین حقابه ایران مسئولانه عمل کنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر رفتار مسئولان طالبان در مورد رعایت حقابه ایران از دریای هلمند تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که پیگیری حقابه از اولویت‌های جدی وزارت خارجه و وزارت نیروی ایران است. روز قبل معاون رئیس جمهور ایران اعلام کرد که مذاکره با طالبان درباره حقابه ایران از رود هلمند مثبت بوده است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که پیگیری حقابه ایران از موضوعات جدی و مستمر در مذاکرات با طالبان است. او با اشاره به عهدگریزی طالبان گفته است که علی‌رغم پذیرش و رسمیت شناختن معاهده سال 1351 حقابه هلمند توسط طالبان، با آن هم تا اکنون اقدامات عملی از جانب این گروه انجام نشده است. با این حال، این مقام ایرانی افزوده که در صورت تامین حقابه ایران از جانب طالبان، این اقدام برای اعتمادسازی و زمینه‌سازی گسترش همکاری بین دو کشور خواهد بود. جمهوری اسلامی میگوید طبق معاهده سال 1351 خورشیدی، حقابه ایران از رودخانه هلمند 820 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده، اما در این سالها این آب به ایران داده نشده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.